بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم به درس بعدی خود که روز قبلی ما شما بخش فونت تشکر کردیم، فونت ورد، البته نیم صفحه ورد فونتو در قسمت پاراگراف بودیم، ما شما پاراگراف ها در قسمت کار کردیم. باز همه ما شما در قسمت لاین سپیسینگ و پاراگراف تپس زیر کار میکنیم که تپس هدفش یا وظیفش چیست. تپس خودش اندازه کردن است. این هم نظر به مخط کشتان اندازه میکنه، ولی تفاوتش که با پاراگراف چیست. پاراگراف شما اگر نظر به خط کش جور کنین به این که از 6 شروع شوه، خوب سعی کنین وقتی که من 6 نشته میکنم مستقیم سر 6 نام می اوکی میکنه میره از 6 شروع میشه. وقتی که انترم بزنم مستقیم از 6 شروع شده میره دیگه. ولی تپس چی میکنه؟ تپس بر شما زیادتر به شعر نویسی یا کار میه. مثلا شما نظر به خط کش به هر فاصله که دادین براتون اندازه کردن میره. سعی کنیم در قسمت از این میایم که پوزیشنش از قسمت یک خط ما شروع شود، دیگه خط ما از 7 شروع شود، از 8 شروع شود. مثلا من این را 8 میتونم ست اوکی. ما تا اینجا نشته میکنم، خوب سعی کنیم تا این قسمت. بعد از اون تپ هم میزنم، در کیبورد تپ هم میزنم، این بازی سر اشت میزنم، از اشت به بعد دگه شروع. این بیگان شعر نویسی میتونیم شما از استفاده کنین. دگه نشته کردی تا این قسمت که آمدی باز تپ هم بزنیم، یا لس لغت ها میتونیم شما از استفاده کنین مستقیم منظم براتان یه خودش تو تا اینجا ما نشته کردی تپ هم بزن مستقیم از اونجا برات شروع میکنیم. این خوبی تپ است که میتونیم استفاده کنیم. یا پس دوباره انتخابش کنین در قسمت اینجا آمده لاین سپیسینگ، به هر اندازه که شما خودتان میخواین او را به اون اندازه نظر به مو کاربرتان میدین شما استفاده کنیش. کلیر اوکی. پس به حالت اولش میشه. یا دیگه میدین شما در قسمت لاین سپیسینگ تپس در اینجا شما یک طرف لفت بیرین، طرف سنتر بیرین، طرف رایت، طرف راست، از هر طرف میدین شما شروع کنین. یا دسمال، اگر شما مثلا میرین که به طرف از 6 یا از 5 شروع شود دسمال میرین، ست میکنین، اوکی میکنین، از 5 شروع میشه، از 5 از راست به اون طرف میره تا به اون مؤخره، پس باز از اونجا دیگه به بعد چی میکنه شروع میشه. به این شکل ها میدونین. یا دوباره در قسمت تپس آمده میگین که بار در بینشان خط بفته این همینطور، حتی که من انتر زده برام نشته کده برم انتر زده میرم مکمل با ما یا تپ بزنین نه یه خودش تو ما نشته کده برو انتر زده برو برتان از اونو مو جایی که اندازه از برتان خط مندازه، یعنی نشانی میکنه و اندازه. پس دوباره این قسمت ما کلیرش میکنیم، آفش میکنیم. و اگر شما یک عدد دگه بتین 5 مثال میره پاک میکنیم، میان در قسمت از اینجا در لاین سپیسینگ تپس میگم از 5-4 شروع شود با کدام تپه که بزنی ایتا خط بیه، ایتا خط بیه، یا ایتا خط بیه، یک شما انتخاب میکنین، اوکی میکنین. و تا که این تپه بزنم میگین این اینجا که شروع شد او جو قسمت که خالی ایتا خط خطا گفته، ولی دگاه شد باز نیاز نیست که بتین. اگر باز انتظر باز تپه بزنین باز هم به این شکل بگان مواقع میتونین شما از استفاده کنین. یکان خانه خالی ها مثلا سوال جور میکنین، انتر سوال جور میکنید، تپه بزنه خانه خالی، اینی میدن شما زیادتر سهولت برتان مندازه. انتخابش کو بیاد قسمت در لاین سپیسینگ تپس، پس کلیرش کنین، اوکی کنین، پس برتان آنه تاولش میده. خب دگه داریم ما شما تا این قسمت کار کردیم، میایم در قسمت بخش از این بازم تو بالا میریم. این قسمت رنگ است، ما شما بگراوند از این خواه کار کردیم که ما اگر خواسته باشیم متن بگراوند زیر زیر ما بگراوند بتیم، مثلا رنگ بتیم، مثلا یا مکمل زمینی از این هایلایت کنیم. شما یکی از این قسمت انتخاب میکردین، میامدین اینجا برش رنگ میدادین، یکی از این طریق می آمدین سعی کنید هیچ تفاوت ندارد. اگر من این را بگیرم و یا این را بگیرم
تفاوت شما اینجا میبینید؟ نه. پس هر دو در هر دو حالت اینجا هم شادنگ گفته میشه چند کلر بیهیند سلکت. اینجا میتونید شما اینجا هم به شکل هایلایت رقم است. تفاوتشون قدر نیاز نیست که ما سرش بس کنیم، فقط رنگ از زیر شما نو کلر از اینجا میتونید شما نو کلر بگیرید، شما رنگ نمیتونید. شما مثلا سفید میگیرید یا سیاه مکمل از قسمت میگیرید کار میکنه، یا میتونید شما در این قسمت اینا اونجا کارش میکنید. شادنگ اینجا هم داریم ما، شما نو کلر میگیریم براتون ترش میکنیم. خب بعد از او که پیش از این که ما شما این قسمت بریم، میایم در قسمت باردر. باردر خودش سرحد بین خطوط ماست، بین اندازه که ما پاراگراف هایی که داریم ما شما میتونیم از او استفاده کنیم. مثلا چه بسن ما میخواییم چهار اطراف متن ها سرحد بگیره، چهار چوکات بسازه میشه. برای شما نمونه شما میگه در باتم کلکش کنید، در پایین برتان سعی کنید خط بندازه، میگم درست؟ تاپ در بالا برتان مندازه، لفت طرف چپ مندازه و رایت طرف راست. اینا هر وقت که زمین قسمت انتر کرده نشته که خودش اتومات برتان بارده رو بسته میکنه داخل یک چوکات. پس انتخابش میکنین، دوباره در قسمت میکنین، میگین آل کلش خیر پاراگراف ما را شامل یک چوکات بساز، یا میگه نو باردر، هیچ باردر برش نده، یا میجرم کلک میکنین بگوی نو باردر، ترش کلک کنین از بین میبریش. به این همی شکل شما دگه این زیاد است، اینجا مثلا باردر میگیرین داخلش انسایت داخلش باشه نباشه، یا میگه که اوتسایته به این شکله داخلش از بین میبره، هر شکل شما انتخاب میکنین. یا در اینجا هم مینال پایین تر میخوانیم، یا در اینجا آخر میخوانیم. هارزنتال میتونید این قسمت کارسات آنابان این یک خط افقی اینجا ایجاد کرینه، یک چیز نشته میکنین باز یک خط میگنین اضافه کنه، یک خط برتان چی میکنه اضافهش میکنه. خب پس دیگه داریم ما شما درا تیبل، درا تیبل باز خودتان تقسیم میکنین بدل خط. مثلا در قسمت هر شکل که خواسته باشین چوکات با دیزاین بدل خود میتونی شما از این قسمت استفاده کنید. باز ما شما جدول سازی رو بخونیم زیادتر بتونی کار میاد. دیگه داریم ما شما ویو گرد لاین، ویو گرد لاین اگه بخیر باز ما شما در قسمت تیبل باز کامادیم، در قسمت تیبل اینجا باز بخیر حاصل هدف از این رو میخواییم. اینجا بارتان میگم که یک جدول که جور میکنین بیرو کرسر رو بانین کدام اینمان دیگه بر از این باز نمیشه. جدول که این جور میکنین یک اینمان بنامه دیزاین باز میشه، بر از این من یک دیزاین انتخاب میکنین، یک شکل، شکل های مختلفه هر دیزاین که خواسته باشین. باز ویوگرلاین بسیار یک خطای بسیار کوچک از بین میبره. مثلا چه قسم این انتخاب میکنین و در اینجا سرش کلک میکنین، یک خطای بسیار چون الان ما شما با دستش برسیم برتون این بسیار خطای کوچک هم نزد که انشاءالله باز ما درس هم میخوانیم در قسمت لیاوت در تیبل که خواندیم باز در لیاوتش سر ازی بس میکنیم که ویو گردلان یعنی چی. خوال هدف ما سر از این تیبل جو کردم، پس سر ازی راست کلک میکنین و کت او از بین بس برتون از بین میکنین. و در آخر که داریم باردر شدنگ از طریق قضیه بازه که شما هم صفحه و هم متن دارن متن کار کردیم. میاییم باز هم مثلا در این قسمت ما در اینجا متن ما داخل یک چوکات است، انتخابش میکنیم میریم اینمی گپاک تمامشان در اینجا است، باردرز باکس داخل صندوق، هر رقم دیزاین خطش هم میگیری، رنگ خطتان هم میگیریم، هر شکل که شما زخامتشان رو میگیرین در مرکز داشته بالاش نباشه باشه، یک بغلش پایینش نباشه، دو دست بازوش نباشه، اوکی میکنشین به این شکل برتان میاریشن. بعد دوباره میرین به دو دستش باشه یه در کمه که مهین تر میگیرین شه رنگ شما مثلا نگ رنگ به این شکل میگیرین شه باکس ها رو تغییر میدین
اون یک رنگ درست باشه. اوکی کنین شب باز باتان داخل چوکات میشه و شادو سایه دار برتان بزنه شو. اوکی کنین شه دری بغل سایه برتان مندازی شه و یا پس دوباره میتونین که 3D سایش از بین میبره. اوکی کنین شه هم سایه از بین برده یا دوباره در این قسمت میاین. اگر شما کستوم بگیرین، اگر فعلا یک از یاره بگیرین، شما هر کدام از یاره اینجا باتون تغییرات میه. اگر شما این را بگیرین و کستوم ازش کلک کنین، هر تغییر که برین سر از اون تغییرات نمیه. یعنی کستوم چیزی که انتخاب کردین اگر دوباره سر از اون تغییرات وارد نکش. اول انتخاب تان است. اگر نیکو باز میگه تغییرات آورده بتانم سر از یاره بگیرین شه رنگاش مختلف بشه. اپلای تو مکمل سر تکس یا پاراگراف سر یک متن یعنی تمام پاراگراف تطبیق شده. پس پاراگراف مکمل ای بخش باردر میایم سر پیج باردر. از این پیش از پیج باردر از این ما شما خیر ایره کار کردیم، باز پیج باردر هم کار میکنیم، باز در آخر آپشن های زیر کار میکنیم. باردر عین گپ عین کار، ولی به چهار اطراف متن تان یک چیز اینجا اضافه شده. سرش کلک میگیرین، اوکی میگیرین، در چهار اطراف صفحه تان اگر دیگه صفحه ما هر چقدر صفحه آورده برین صفحه تان برده برین. پس دوباره برین این قسمت که زخامت یایش چیز کنین کلکش کنین، میبخشین در قسمت بردر می زخامتش خورد میکنین کمه. اوکی کنین، اینو به این شکل برتان میانیش. ای بود بخش دو باردر که انشاءالله باز ما شما دیگر روز از قسمت آپشن های زی و خود باردر و اینی اگه پایش ها باز ما شما انشاءالله کار میکنیم که باز از صفات مختلف و چه قسم باردر های مختلف میتونیم. و سلام.